בשם השם נעשה ונעשה בעזרת השם חוק לישראל צהשנבה פרשה שמות קסמת מוסר צריך אדם להיות יגיע בתורה שחס בעד חודש משקול בכונה בתורה חונדן و وقتی یک شخص خودش رو مشغول میکنه در واقع خسته میکنه چه خسته‌ای بهتر از خستگی شده خستگی توره است میفرماید پاسوق میارن شعرا که سوتا و اونتا لویگرا که این پاسوق اشاره میکنه در رابطه با وظایف یک مرد در برابر زنش که مرد موظفه که زنش رو ارضا بکنه و براش لباس و خوراک پوشاک براش فراهم بکنه. سو میفهمید اونا مین هموخ کلومر شیخ شو با به خل ات که یعنی چی میسوای اونا وقتی شخص با همسرش هست این میسوای اونا این اشاره میکنه به موخ میسوای اونا آدم با مغز دانگو کار داره. خب این یه چیز خیلی عمیقیه که حتی زیر قدش از موخ میاد که از اون مخشوبای انسان بعدش طهور باشه آدم بعدش فکرش درست باشه وقتی با همسرش از پاک باشه. همچنین در تمام زمان کشه یشمه هشابو تمام هفت روز هفته اون در تمام موقع آدم بعدش فکرش برای عبادت هشم باشه برای تورا خوندن باشه. سو اینجا میفهمید کشه یشمه هشابو شیش روز هفته شسالی خادم لقوم به خستو در لیلا که شخص نصف شب پا می شده به ایدا بغنف شد با و خوبه که آدم نصف شب پاشه و تورا بخونه. یه میسوایی هستش که آدم در نصف شب پاشه و تورا بخونه. داوید امنخی میسوا انجام می داره. به صورت کلی خخمه قبالا میارن که آدم بهتره که نصف شب شرعی بیدار باشه چون اون موقع یک ناپاکی خیلی قوی میادش که اگه آدم بیدار باشه اون ناپاکی روش نمیاد. امروزه حدود ساعت قلبه نمی کنه حدود ساعت 11 و 52 دقیقه شبه که اون موقع خسوت علیلا همون لحظه است. همون لحظه خسوته. اگه اون موقع آدم بیدار باشه بعضی هستن ساعت میذارن اون موقع پا میشن بعد دوباره میخوابن. بزرگان اون موقع پا میشن تورا میخونن یا بیدارن تورا میخونن. بله هر تورایی که بخواد بخونه خوبه. اون موقع خونده شده خودشل خسته. اون موقع طبق قبالا بالاترین درجه رحم و مروت الهی شروع میشه. موقع اون موقع است که طبق زهر اقادوش حدود 600 هزار ملاخه شمعین طبق یقیدهی و طبق یقیدهی حتی تمام ملاخین همه گریه میکنن برای خوربان به تقریم عمیق داشت. اون موقع است که آدم میتونه تیغون خسوت بخونه تیغون خسوت بخونه و چقدر این تیغون خسوت درجه بالاییه. چقدر اون موقع چرا میگن که اون موقع اقادوش باخو میاد نگاه میکنه میگه ملاخیم من همه دارن برای خوربان به تقریم داشت گریه میکنن تو خوابیدی یا تو تیغون خسوت نمیخونی. و همین چقدر میگن که تیغون خسوت چیز مهمیه چقدر مهمه. و میفهمید که اون موقع است که شخص پا میشه که تورا بخونه. همونطور که پاسوق میفهمید در میشته ایشاقینی منشقات پیهو ال اینیان خیبور بنی اسرائیل ادا تورا که اون موقع بوسه با بوسه الهی تشبیه شده که اون موقع است که آدم میادش پرقادش برای خو یکی میشه اون موقع با تورا خوندن. و که در امر به زهر اقادوش همونطور که در زهر اقادوش بفهمید که شعونت به نه آدم خسود علیلا به ایشهش نیاشل با سوادم که گوی ما میان در اون موقع شب با زن دومشون هستن. اول شب با زن اولشونن اون نصف شب با زن دومشونن با شاتا اونت تلمید خواهم. اون موقع چه ساعتیه برای تلمید خواهم؟ ساعتیه که کسی که تورا میخونه اون موقع است که با زن اولش یعنی با زن یکی دونش با اون موقع است که با همسرش هست. و میفهمید که طبق زهر اقادوش این زن اول تحت لفظی نیست. زن اول آدم کیه؟ توراست. رابطه الهیه که آدم موقع باید از خواب پاشه عوض عیش و نوشی که دیگران میکنن
این عش و نوشش با چی باشه؟ با تورا باشه، با علوم الهیات باشه. و از تاریخ لیت گبر که علی اون موقع است که خونده شده که آدم بعدش برخیزه مثل شیر و لقم لعصق به تورا و خودشو مشغول بکنه با تورا خوندن. قبل به شبات، حتی توی شبات که شهید زمن اونتان شد تمیل خخامیم، که شبات موقعی که تمیل خخامیم با همسرشون هستن یه توی گماره کتوبورد میفرماید که شه مقیمین میسوا اونا به ایشا هشنیا، که اون موقع هستش که خونده شده که تمیل خخامیم این که اگه زن دومی داشتن، خب در دوره بوده که دو تا زن میگرفتن، دوره که اجازه بوده ربن یهودا خسید حالا و شنون ایشون اومدن و اصول کردن توی جوامع یهودی که دو تا زن بگیرن. البته اشکنازی ها اینو قبول کردن، سفاردی ها اینو قبول نکردن، ولی امروزه حتی سفاردی هم دو تا زن همزمان نمیگیرن. سو میفهمد که اون موقعی که تمید خواهم شب شبات نصف شب شرعی با همسرش هست که میسوای اونا داره کواناتان لهودید، اون موقع باید کواناش برای چی باشه؟ لهودید بین ایشاریشونا، که بایدش برای این باشه که صاحب فرزند بشه، برای میسوا باشه. کشه اوه و بین تنمید خخم و از سوق به طوره هرش اونا به ایشتاریشونا هی که مخشبا هبعا هم موخ، که موقعی که یک شخصی با همسرش هست برای میسوا، حالا این میتونه برای صاحب فرزندان بیشتر بشه یا برای اینکه همسرش رو ارضا بکنه یا شب میقوه است، این خونده شده میسوای مخشوا که با اون عقل و درایت میسوا میاد. که سوتا، سو گفتیم که اونا که سوتا، سو مرتبه دوم چیه؟ لباس. هم همه لبوشیم کدی سرخا، که نیا لباس هایی که احتیاج داره. سو میفهمید که چیه؟ به دیبور فهمید که این لباس داره اشاره میکنه به لباسی که آدم از خودش درست میکنه با طریقه صحبتش. کلومر ال یدی شیاسیم دیبور تدیر به توره، که آدم همیشه صحبت خودش رو با توره یکی کنه. اوسه هو لبوش نفشو، که آدمی که لبوش نفشو میخواد، لباسی برای اون نفشش میخواد که یک نفش روح نشما، یک قسمتی از روحانیت انسانه، شخص بیاد و لباسش رو با اون کلام های تورا درست بکنه، با دیوره تورا شنیم نشلوش رایل تولعت، که اسرائیل ها خونده شدن به کرم، تشبیه شدن به کرم تولعت، که یعنی چی؟ که پاسخ می فرماید اتری تولعت یعقوب. سو میفهمد بیفی هم همونطور که کرم، حالا ما یه مثال خوب بزنیم، کرم ابریشم با چی ابریشم درست میکنه؟ با دهانش، انقدر ارزشمنده. همچنین اسرائیل هم تشبیه شدن به کرم ابریشم. به طور مثال اوسیم لاهم لبوش ملخوت لنفشم، که با دیور تورا، با تورا خوندن برای نفش خودشون لباسهای خیلی با عظمت، با شکوه درست میکنن. و میفهمید که این بعد تولد مشی مثل کرم ابریشم و این نو دیختی، و همونطور که پاسخ میفهمید که خود هشانی سیفت و تاییخ، که اشاره میکنه به اون خود هشانی که آدم با اون لبانش بیتونه بیاد و یک لباس روحانی برای خودش درست بکنه، مثل ابریشم، کرم ابریشم که با دهانش ابریشم رو درست میکنه. ولو اکاویش شعف هم نعصیم بفه، نه آدم مثل اکاویش نباشه، نعصیم میدواریم به تلیم، که این صحبت های بیهوده میگه، مثل یک کرم معمولی نباشه، نه مثل کرم ابریشم باشه، که این لغتاش شمرده است، حساب شده است، با دیور تورا است. بله، و این هم رعویم لشوم دوار، این کرم معمولی به چه دردی میخوره؟ هیچ، کرم ابریشم باش. و میفهماید حالا گفتیم که میسوای اونا داشته باشه، کسوتا داشته باشه، حالا خوراک شعره. شعره چیه؟ شهم همه زنوت قضا شخیاب و بعل لازون ات اشتو،
و گفتیم که اینا سه تا از واجبات یک شوهر در برابر زنش. و گفتیم که زن در واقع رابطه ما با اقدس باروخ با تورا. سو گفتیم که اون میسوای اول چیه؟ اوناست که آدم در زمانهایی که با همسرش هست بهترین زمانهایی که داره بعد تورا بذاره بخونه، بعد با مخشوای خوب باشه، عقلش درست باشه. دوم گفتیم که لباس خوب آدم مرد شوهر موظفه که به همسرش لباس بهش فراهم بکنه. لباسی که فراهم میکنی لباسی باشه که با تورا باشه. حالا میایم وظیفه سوم که غذاه، که میفهمه که شوهر بعدش برای همسرش غذا فراهم بکنه. میفهمه که این چیه؟ بهش نوراب هی اتورا هی خیاب لزونو به هو الیده قیوم میسوت. اینم اشاره میکنه به میسوار انجام دادن عملی. یه میسوار انجام دادن که اون با اوناست که با مخه با مغزت، فقط با فکر بکنی افکار درست بر داشته باشی. یک میسوای هست که آدم باید در عمل، نه فقط تئوری، اون میسوات تورا رو بیاره به جامعه عمل برسونه. کی که ما شلده خم قیوم و گوف، همونطور که نون برای انسان میاد و انرژی میاره، کالوری میاره، که ممکن هم میسوات هم اسیوت هم قیوم نفش. میسواهای عملی اون نفش انسانو، اون جون انسانو نگه می‌دارن. تا اونجایی که خخامیم گفتن که موقعی که انسان در انجام و وسط انجام میسوا هست، ملاخ ساتان این اجازه نداره که بیاد و جون یک یهودی رو بگیره. برای همین فهمید که آدم همیشه خودش رو مشغول میسوا بکنه. و داستان معروفی هستش که داوید املخ میخواست بدونه که چه موقعی از اولام میره، و قدش برخو بهش گفتش تو در شبات به دنیا از اولام میری، و اون موقع خودشو مشغول کردش تو را خوندن. سو ملاخ ساتان که وظیفش اینه که بیادش اون نشمای آدمو با یک شمشیر روحانی از انسان جدا بکنه، اومد و هر کاری کرد دید این مشغوله، این نمیتونه بیاد بهش گزندی وارد بکنه. چیکار کرد؟ اومد یک صدای مهیبی درست کرد، صدای داره. البته خب بعد ببینیم که چی میان مفسرین، که این حواس داوید هملخ از این صدای پرت شد و همون موقع اومد داوید هملخ و اون نشماش ازش گرفت. و میفهمن اون موقع کی بوده؟ طرف سعودت شدشی بوده، که آدم خوبه که اون موقع تخم مرغ بخوره به یاد داوید هملخ، یوسف صدیق و اگه اشتباه نکنم موشه ربنو، همشون در روز شبات از اولم رفتن. تخم مرغ به ما اشاره میکنه که همه چی برمیگرده، گیلگول مثل گرد تخم مرغ. آدم عزاداری در شبات اصوله، ولی خب آدم میتونه به یاد صدیقین باشه. بله یوسف اسدی. بله میفهمید و علم عظیم تو بیم به زوهر قدوش شام را قدوش برخو، که اعمال نکو ما در عمل چیه؟ اصلی مطعمیم که در توات نقدوش را پاش دستفه برشید. یعقوب آبینو اومد چی گفت؟ گفتش به پسراش، اومد به عیسی قراش را چی گفت؟ گفتش برو برای من غذا درست بکن که من به واسط بهت برخوا بدم. اینو زهر قدوش اینجا چی میفهمید؟ میفهمید که مطعمیم چیه؟ حله لخا شبه نیست شالوم باشید از داخر ابا به معصه مطوبیم کب یا خل موسیفیم که وقت به گمریم نخر رو وقت قدوش برو خوب که ما الیده اخانت مطعمیم و بله میفهمید که همینطور که عقدش که یعقوب آوینو اومدش به حساب گفت برو غذای خوب درست بکن تا بهت برخا بدم، ما هم بعدش بریم میسواهای عملی انجام بدیم تا عقدش برو خوب به ما برخا بده، به ما هستخا بده. سو این زو هایشا عریشونا نمل کل که بوده بعد منق پینیما. و میفهمید هره شعطراهی که بد، و میفهمید بعد درجه چهارم چیه؟ که آدم بعدش
همسرش پوشیده باشه، بعدش سنوا باشه، که کبوده بدملخ بنیما، که مثل یک دختر پادشاه که احترامش چیه؟ که در دربار باشه. دختر پادشاه نمیره تو خیابون، نمیره زیباییشو به همه نشون بده. همچنین یک دختر یهودی خونده شده مثل یک دختر پادشاه که بعد پوشیده باشه. این یعنی چی؟ این دفعه به چی اشاره میکنه؟ لملکوش العالم به نیمسر شعتا حوسق و تورا نقرا خطن ملخ لقب بیتوش ملخ. آدمی که تورا میخونه بعد به خب ازدواج بکنه، این بعد به دنبال چی بره؟ این بن ملخ خونده شده، بعد به دختر پادشاه بگیره. هر کسی دختر معمولی نباید بگیره. و امکن اگه اینجوریه بعد چیکار بکنی؟ من نایم گرالخا خلقخا اومی ملا علیده شعوسق به تورا روخا لحشیب ندخاب و لقبس لعرس ات فزورال سف ات بنی اسرائیل افزورم که ان و یسیب هکل تو تقوفا، که میفهمد که همونطور که تو اومدی و این سه تا درجه اولو انجام دادی، بعد به دنبال یک دختر پوشیده. شلو یدخه میمنو نیدا، که لو علینو نیاد آدمو بندازه اف نفش منستاد افیلو نفش شمالقا الا کنم ایگالو، که یه وقت نیاد آدمو به خطا بندازه، اصلا نیادش موقعی که نیدخ میمنو، نیاد خودشو به نیاد آدمو بیاد و به آدم بگه که خب لازم نیست تو را بخونی، حالا بشین خونه، حالا خسته ای. نه، یک زن خوب میاد چیکار میکنه؟ میگه پاشو با ببینداش تو را بخون، چقدر خونه موندی. خیلی از مشکلاتشان برای چیه؟ که شوهر بیش از حد خونه است، بیش از حد خونه است و زنه چیکار میکنه؟ میاد بهش گیر میده. سو به ذات هشم اگر روش خوب کمک کنه که ما بتونیم این درسای موسی رو انجام بدیم. به نمر آمین. رو خدا نایدونم آمین و آمین.